با سلام و درود خدمت هممیهنانم در هر کجای جهان که هستند، با درود به زنان و مردان کوشنده به جان، با درود به جوانانی که جان بر کف در کوچه پس کوچه های شهرهای ایران برای آزادی در حال تلاش هستند، با درود و قدردانی از اعتصابیون و اعتراضیون سراسر ایران که در بخش های مختلف کشور در حال پیش بردن آرمان‌های شورای هماهنگی رهبری برای پیروزی انقلاب دموکراتیک و مردمی ایران به پیش می‌روند. همیهنان گرامی، از اینکه ما رو همراه خودتون می‌دونید، در خانه‌های خودتون پذیرای ما می‌شید، قدردان شما هستم. به عنوان یکی از سربازان جنبش آزادی بخش ملی ایران برای نجات از عقب افتاده ترین و جنایتکارترین حکومت تاریخ، قدردانی میکنم که ما رو در خانه هایتان میپذیرید و با سپاس از آقای دکتر نوریزاده نازنین، همکاران من علی، آرش، بقیه دوستانی که در اتاق فرمان کارگردانی رو میکنن و تلویزیون ایران فردا که این فرصت رو مغتنم نگذاشته تا بتونیم این انقلاب ملی ایران رو به پیش ببریم. همینطور که خودتون در داخل کشور دست به گریبان هستید، فقر و مسکنت از سوی، گرانی و تورم از طرف دیگر، بیتوجهی حکومتیان به خواسته های برحق مردم دست به دست هم داده و متاسفانه میبینیم که در کشور ما، کشوری که ثروتمندترین کشور منطقه هست، هم به لحاظ نیروی انسانی و داشتن خردمندان زیاد، جوانان و دانشجویان و کسانی که فارغ التحصیل شدن در رشته های مختلف دانشگاهی و هم کسانی که همین الان در بالاترین و عالیترین مقامات علمی و حتی سیاسی کشورهای مختلف دنیا دارن کار و فعالیت میکنن و کلمه ایران و ایرانی بودن رو در همه جای دنیا طنین انداز کرد. ما هفته های پرشر و شوری رو داریم، چرا که همین الان میبینیم که حکومت در مقابل اعتراضات سراسری کامیونداران، رانندگان و دیگر زحمتکشان، کارگران اصلویه، کارگران فارس جنوبی، کارگران پروژه‌ای، اعتراضاتی که به طور ممتد کارگران شرکت واحد و سندیکای شرکت واحد در رابطه با امر مسکن و تلاش برای بالا بردن دستمزدها، مراجعه به وزارت کار، مراجعه به مرکز تعاونی مسکن شرکت واحد برای اینکه این خانه های خودشون رو بعد از 5-6 سال که پولش هم دادن بتونن از این تعاونی های سپیدار 1-2-3 بگیرن، و اعتراضات گسترده جوانان در شبها و روزها و پخش اعلامیه ها، چسباندن پوسترهای رهبران طبقه کارگر، رهبران انقلاب ملی و دموکراتیک در کوچه محله های همه شهرستان های ایران، همچنین تلاش برای اینکه برای 7 آبان، روز بزرگ کوروش کبیر، کوروش بزرگ که پایه‌گذار انسانیت و حقوق بشر شد در جهان، حرکت های زیادی در همه شهرستان ها بشود. حالا اگه کسانی به خود پاسارگاد بتونن برن یا به تخت جمشید چه بهتر، کسانی هم که نمیتونن برن مشکلی نیست، در همون شهر خودشون، محله خودشون، ده خودشون، هر جایی که هستن به شکل‌های مختلف میتونن آیین انسانی و برابر حقوقی و برابر طلبی کوروش رو برگزار بکنن، عکس بگیرن، فیلم بگیرن، بفرستن برای رسانه‌های آزاد و مستقل، برای تلگرام خبرگر، برای تلگرام‌ها و سایت‌های دیگری که امروز در شورای هماهنگی رسانه‌های مبارز و آزادی‌خواه متحد شدند، و همچنین دعوتی است که از مدیران تلویزیون‌های برانداز، دموکراسی‌خواه، آزادی‌خواه، انسان‌گرا می‌کنند. من به نمایندگی از اونها که یکی از اعضای ادمین‌های ما دعوت شدند به این شورای هماهنگی رسانه‌های مبارز که مدیران و برنامه سازان
دموکراسی ها، آزادی ها و ایران دوست و انسانگرا به این شورای هماهنگی رسانه های آزاد و مستقل و دموکراسی ها و آزادی ها عنوان نیروهای مبارز در فضای مدیا بپیوندند. موضوع مهم دیگه این است که کماکان فراخوان ها برای اعتصابات سراسری و اعتراضات سراسری از داخل کشور میاد و ما به عنوان رابطین، سخنگویان و صدای این اعتصابیون، اعتراضیون از بین معلم ها، از بین کارگرها، از بین راننده ها، از بین کامیونداران و از بین همه کسانی که در ایران به ایرانی آباد، آزاد، آگاه می اندیشند و چاره اون رو در اتحاد و همبستگی همه براندازان دموکراسی خواه با اختلاف نظرهایی که دارن می بینیم تا مدیریت براندازی رو اول انجام بدیم، بعد در دوران گذار هر کسی با اندیشه خودش، حزب خودش، منش خودش میتونه برای مجلس مؤسسان تبلیغ بکنه، نمایندگان خودش رو از هر جای ایران و از هر طبقه اجتماعی ایران به مجلس مؤسسان دموکراتیک بفرسته با رأی مردم و در اونجا این مجلس مؤسسان هست که تمام پیشنهادها رو درباره نوع حکومت بعدی به بحث خواهد گذاشت، چه پادشاهی پارلمانی باشد، چه جمهوری خواه لیبرال باشد، چه جمهوری خواه دموکراسی خواه باشد، چه جمهوری از نوع کمونیستی، سوسیالیستی و فدراتیو و نظام فدرالی رو پیشنهاد بکنند. 5 یا 6 نوع قانون اساسی میتونه در مجموع با حضور نمایندگان همه این افکار از اون مجلس مؤسسان آزاد بیرون بیاد و به رأی مردم گذاشته بشه و همه احزاب، سازمانها، انجیوها، گروهها، شوراها، افراد و شخصیتهای تاثیرگذار در اون مجلس مؤسسان با رأی مردم حضور پیدا میکنن. با رأی مردم هم نوع حکومت بعدی به تبع اون قانون اساسی که بهش رأی میدن انتخاب خواهد شد و طبیعتا بعد از اون یک دولت ملی و دموکراتیک خواهیم داشت با آزادی کامل همه احزاب، سازمانها، سندیکاها، فدراسیونها، شوراهای کارگری، دهقانی، دانشجویی، مزدبگیران در همه جای ایران و همچنین آزادی مطلقی که در اعلامیه جهان حقوق بشر برای همه انسانها در نظر گرفته شده، از هر قوم و خون و رنگ و نژاد، این برابری حقوقی در سراسر ایران و برای همه مردم ایران، اون کلکی که حکومت به عنوان تجزیه و امثال این حرفا میزند رو از دست حکومت ابزارش رو میگیرد و همه ایرانیان آزادی خواه و دموکراسی خواه از هر جای ایران، کرد و لور و ترک و ترکمن و بلوچ و زابلی و آذری و نمیدونم خراسانی و مشهدی و اصفهانی و تهرانی و بوشهری و بندرعباسی و چابهاری با حقوق برابر و توزیع عادلانه ثروت و قدرت در سراسر کشور در تمام استانها در تمام مناطق مختلف جلوی تمرکز قدرت و ثروت رو در تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز میگیرن و این توزیع دوباره عادلانه قدرت و ثروت و حق تصمیم گیری هر مردمی برای کارهای خودشون از شوراهای محلی، از کمیته‌های محلی، از شوراهای صنفی کارگری، از سندیکاهایی که در محل کار با مدیریت در شوراهای مدیریتی شریک میشن، عملاً کشور ما رو وارد یک فضای دموکراتیک از کف میکنه. یعنی جامعه سازمان یافته‌ای که توسط سندیکاها، شوراها، احزاب، شوراهای محله در ده، در شهر، روستاها، شهرستانهای کوچیک، استانها تا سراسر کشور که در کنفدراسیون سراسری شوراها و یا در کنفدراسیون سراسری سندیکاهای کارگری و شوراهای سراسری و همچنین اون به اصطلاح پارلمان شوراهای سراسری کشوری که از هر دهاتی حتی یک نماینده به اونجا خواهد اومد، چه بسا که بیش از 5-6 هزار عضو هم داشته باشد، به تعداد روستاهای ایران، شهرهای ایران، شهرستانهای ایران، هرچه گسترده تر بهتر. چرا که با امکانات اینترنتی و همه شبکه های مجازی و گروه ها و کانال های اینترنتی مثل تلگرام، مثل اینستاگرام، مثل فیسبوک، مثل خود سایت ها، عملا دوران گذار به دموکراسی در کشور ما با داشتن ابزار اینترنتی بسیار آسون میشه و شبکه های اجتماعی هم مثل احزاب اجتماعی، سازمان های اجتماعی نقش برجسته خواهند داشت و همین گروه های تلگرامی که بعضی هاشون ده ها هزار نفر، صد ها هزار نفر رو نمایندگی میکنند، میتونن در سازماندهی این جامعه دموکراتیک آینده نقش داشته باشند.
من گفتم علاوه بر این خبرهای اعتراض و اعتصاب و درگیری ها سری هم بزنیم به چگونگی راهکارها راه حل ها که ما به طور خلاصه در شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران که به طور مخفف واژه شهرام برای آسون شدن کار که جوانها خیلی استقبال کردن با یک هشتگ شهرام که مخفف ابریویشن شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران خواهد بود و در این جزوه‌ای که ما حالا داریم در تمام سطوح کشور در بین مردم از طریق اینترنت و شبکه‌های مختلفی که داریم توسط امکانات تلفنی و امکانات رسانه‌ای منتشر می‌کنیم، همه عزیزان برن به سایت خبرگر، در سایت خبرگر صفحه به صفحه اون رو داریم منتشر می‌کنیم. همه مردم ایران حق دارن در این شورای هماهنگی باشن. هر یک نفر با این امکاناتی که اینترنت به ما داده امروز یک رهبر است و عضو از این شورای هماهنگی رهبری میتواند باشد برای رهبری کردن امور کارخانه خودش، کارگاه خودش، مزرعه خودش، کشور خودش، شهر خودش، استان خودش، ده خودش، از همه جای ایران. به همین دلیل پس ما در این شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران که خوشبختانه امروز آقایانی مثل حسن شریعت‌مداری هم در شورای گذار همین رو دارن مطرح میکنن. هفته گذشته با هم یک گفتگوی خوب مفصلی بر حریم همگرایی داشتیم، همچنین یاران دیگری که در سایت های دیگری دارن این مطالب رو منتشر میکنن برای هماهنگی همه نیروهای برانداز خارج از کشور و داخل کشور که چهار حلقه اساسی دموکراسی خواهی، آزادی خواهی، براندازی کامل جمهوری اسلامی، استقرار یک نظام دموکراتیک انسانگرا متکی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و حفظ تمامیت ارضی ایران در چارچوب نقشه فعلی خودش با این توزیع عادلانه قدرت و ثروت به نسبت جمعیت در استانهای کشور، مناطق کشور میتونه که گام بزرگی برداره و کشور ما از عقب ماندگی دوران حکومت اسلامی وارد دوران مدرنیزم جامعه سازمان یافته و جامعه که از کف جامعه مدیریت میشه توسط مردمی که خودشون احساس مسئولیت میکنن، در همه جا حضور دارن، اگه سر کارن در سندیکاشون، اگه تو محله در شورای محله، اگر در هر جایی که هست از کار و زندگی میکنن به شکلی تشکیلات در انجیو های دفاع از محیط زیست که الان دلاوران و یاران ما رو اونجا از بین میبرن، انجیو های دفاع حقوق زنان، انجیو های دفاع از حقوق کودکان، انجیو ها و نهادهای مردمی دفاع از هر چیزی که فکر میکنن لازم هست در ایران باید حفظ بشن و برای اون باید برنامه‌ریزی کرد. حفظ خاک، حفظ آب، حفظ حیوانات، حفظ محیط زیست، حفظ انسانیت و از همه بالاتر حفظ فرهنگ ایران زمین که دوباره در هفتم آبان همونطوری اول برنامه گفتم با یاد کوروش بزرگ و اعلامیه جهانی حقوق بشر او و ایران گرایی که ایرانیان متکی به اندیشه های ایرانی که فردوسی بزرگ این پشتیبان ما اون رو به اصطلاح طبقه بندی کرد در شاهنامه که شاه نامه هاست، نه اینکه فقط نامه شاهان باشد، ببینید پر از دلاوری است و انتقاد به شاهانی که غلط هم رفتار کردن توش هست، شاه نامه هاست شاهنامه فردوسی که اندیشه های ایران گرایی ما رو تدوین کرده و پیشنهاد ما این است که تمام ایرانیان باید بار دیگر از اول این شاه نامه های فردوسی را بخوانند که در همه جهان بی‌نظیر است و راهکارها رو میده، تجربه ها رو میده، امکانات حرکتی رو میده و میبینیم که در دور فردوسی ما تمام مبارزات ایرانی و پلیدی های حکومت رو هم قرار دادیم. خب این یک نگاهی بود برای معرفی شورای هماهنگی رهبری و چگونگی مدیریت آینده کشور با حضور همه ایرانیان شدنی هست. میبینید که من کراوات مشکی زدم و لباسم رنگ مشکی داره. در همراهی، همدلی و دردی که میکشم از کشتار بیرحمانه هممیهنانم در زندانها، در خیابانها، در میدانها و این بار فرشید حکی نازنین، فرشید حکی که جانش رو به راه انسانیت، سندیکاگرایی، افشای حقایق، تشکیل حزب پیشتازان عدالت و از همه مهمتر باور به اینکه در درون ایران می شود
مبارزه کرد و با احزاب دیگر، گروه‌های دیگر، طبقات اجتماعی دیگر همراهی کرد برای نجات ایران آباد و آزاد. خب متاسفیم که فرشید حکی رو حکومتیان تکه تکه میکنن، با چاقو میخوشندش، جسدش رو داخل ماشینش میاندازن، جسد و ماشین رو آتش میزنن و بعد به دروغ میگوین که این دکتر دلاور، این انسان فریخته و فهمیده که تمام زندگیش وقف مبارزه است، انسانی که مبارزه میکنه ناامید نمیشه که خودکشی بکنه و به دروغ مقامات حکومت خائن جمهوری اسلامی، مقامات ضد بشر جمهوری اسلامی، فرشید حکی آزادیخواه و دلاور رو میگوین که خودکشی کرده. طبق دروغ‌های دیگه که حکومت از قبل از تشکیل جمهوری اسلامی گفت، ترورهایی که کرد، آدمکشانی مثل فدایان اسلام رو داد، خسروی‌ها رو کشتن، روشنفکران رو کشتن و متاسفانه در زمان حکومت شاهنشاه آزاد هم بودن، مساجدشون باز بود، جلسه‌های حسینی‌هاشون باز بود و با استفاده از اون امکانات مالی که اوقاف می‌داد، مسجدهایی که داشتن، حوزه علمیه‌ای که داشتن، امامزاده‌هایی که داشتن، جامعه رو به مرز دیوانگی رسوندن تا اتفاق 57 بیفته و یک جمهوری اسلامی ضد بشر رو جایگزین یک حکومت سکولار و مترقی و رو به پیشرفت بکنن و اکثریت مردمی که اون زمان از ماها بزرگتر بودن، من اون موقع 18-19 سالم بود، ولی بزرگترهای ما متاسفانه حتی نیروهای چپ، نیروهای آزادیخواه، نیروهای ملی، نیروهای راست همه دنبال روی خمینی خائن شدن که پرچم ارتجاع و کشتار و اسلام سیاسی رو در جهان برافراشت و دیدیم که اول از همه همون متحدان خودش، همون کمونیست ها رو، توده‌ای ها رو، فدایی ها رو، مجاهدین رو همه رو قتل عام کرد، رحم به صغیر و کبیر نکرد، نمایندگان سندیکاهای کارگری رو کشتن، هدایت الله معلم ها رو بی‌شرف‌ها کشتن، آقای پاک عزیز رو کشتن و صدها نام دیگر از سندیکالیست‌هایی که به زندان ها انداختن و سندیکاهای کارگری رو در هم کوبیدن. اما باقی نیست، به جای فرشید حکی هزاران فرشید حکی به دنیا می آید. در مراسمی که امروز در ایران برگزار شد هزاران نفر شرکت کردند. کسانی که تا دیروز فرشید حکی رو نمی‌شناختن او را شناختن و ما باید صدا و آوازه فرشید حکی رو جهانی بکنیم و نگذاریم که خون او پایمال بشود و نهادهای بین المللی رو باید بسیج بکنیم که یقه این جمهوری اسلامی جنایتکار رو به خاطر این ترور بی‌رحمانه و جنایتکارانه بگیرن. از زمان کشتار کاظم سامی توسط مامورای اطلاعات تا امروز که قتل‌های زنجیره‌ای در ایران ادامه داشته، کماکان این قتل‌های زنجیره‌ای ادامه داره و با کشتن فرشید حکی می‌بینیم که عملاً اینها پرونده کشتارشون بازه. ما مردم باید در مقابل اونا متحد باشیم، هماهنگ باشیم، آماده باشیم، تنها این طرف و اون طرف مبارزان نروند، سندیکالیست‌ها، فعالین جنبش همبستگی ستمدیدگان دارخواه، یاران گروه‌های مختلف سیاسی که مبارزه می‌کنن با حکومت، پوستر میچسبونن، اعلامیه پخش میکنن، دیوار نویسی میکنن، در گروه های مختلف از یاران مختلف با اندیشه های مختلف باید مراقب خودشون باشن، تنها نرن، مسائل امنیتی رعایت بکنن و نگذارن که اینطور دلاورانی مثل فرشید حکی کشته بشن. امروز مراسم بزرگداشت فرشید حکی مراسم محکومیت جمهوری اسلامی بود. علاوه بر اون صحبت بکنم از هاشم خواستار، رفیق عزیز خودم هاشم خواستاری که با شجاعت از داخل کشور با همه ما مبارزانی که به ناچار به خارج آمدیم همکاری میکنه، همراهی میکنه، گفتگو میکنه، نظراتشو میگه. هاشم خواستار رو هم در مشهد در هفته گذشته دزدیدن، ایشون رو به بیمارستان روانی ابن سینای مشهد بردن و هاشم خواستار رو به عنوان بیمار روانی میخوان معرفی کنن. البته پرونده هاشم خواستار انقدر قدرتمند هست و انقدر شناخته شده هست که به زودی اتحادیه بین المللی معلمان در حمایت از هاشم خواستار بیانیه های خودش رو صادر خواهد کرد. تمنای ما از معلمان ایران هست، از این قانون های صنفی معلمان، از این شوراهای صنفی معلمان در سراسر ایران
که این بلا بر سر هاشم خواستار نماینده راستین معلمان خراسان و کانونهای صنفی سراسر ایران و شوراهای صنفی مستقل معلمان آمده، چطور حتی یک بیانیه حمایتی صادر نمی کنن این کانونهای صنفی؟ چطور از درون زندان صدای اسماعیل عبدی رو خفه کردن؟ چطور نمی گذارن بهشتی لنگرودی سخنی بگوید؟ چرا باغانی حرفی نمی زند؟ چرا رسول بوداغی ساکت شده؟ مگه همه شما مهمان هاشم خواستار نشدید؟ مگه او در مشهد از همه شما پذیرایی نکرد؟ مگه او شما رو به تمام معلمان خراسانی معرفی نکرد؟ مگه او برای شما امکان کمک‌های مالی فراهم نکرد؟ ماشینی که زیر پای رسول بوداغی الان داره باش مسافه کشی و بدبختی میکنه به کمک و همت هاشم خواستار و همبستگی کانونهای صنفی معلمان همدان، مشهد، تهران، کردستان، همه جای ایران شده. اون وقت هاشم خواستاری که این زحمات رو کشیده به این راحتی سکوت میکنید؟ واقعا خجالت آوره. من به عنوان یک سندیکالیست که همه شما رو تک تک میشناسم، در زندان ها با شما بودم، در بیرون با شما بودم، در فضای اینترنتی با همتون چونه زدم، میخوام ازتون به عنوان یک کسی که دردمند هست، شما مثل ما که فریادمون رو در توییتر در همه جا بلند کردیم، برای نهادهای بین‌المللی ترجمه کردیم، فرستادیم مسائل آقای فرشید حکی و هاشم خواستار رو، وظیفه شما در داخل ایران بغرید و این حکومت رو به زیر بکشید، یقه این حکومت کثیف رو بگیرید که چرا با هاشم خواستار این کارو کردن و خواهان آزادی او بشوید. همسر هاشم خواستار به بیمارستان رفته، حتی نگذاشتن این خانم محترم همسرش رو ببینه در بیمارستان. ما اصلا نمیدونیم هاشم الان زنده است یا زنده نیست. این حکومت پلید که اطمینانی بهش نیست. چطور شما معلمای ایران و از این انسان گرامی، از این همکار خودتون 4-5 روز هیچی نمیگید؟ یه نامه، یه بیانیه، یه نامه به ای آی برای فدراسیون جهانی معلمان. ما که اینجا آماده انتقال و نقل و بیان و صحبت و ترجمه هستیم. خجالت آوره که هاشم خواستاران بکشن بعد بریم تو مراسمش جمع بشویم. اگه ما مرده پرستیم تا یاران ما زندن، تا اونها باید بیستیم و آزادی اونها رو بخواهیم. علاوه بر این دو موضوع، موضوع بسیار پر اهمیت دیگر این هستش که متاسفانه حکومت داره هنوز هم دستگیر میکنه کسانی که در قضیه محیط زیستی با دکتر پروفسور سید امامی همکاری داشته. در کردستان طی هفته گذشته 3-4 نفر دیگر از فعالین محیط زیستی رو گرفتن و به زندان بردن در شهرهای مختلف مثل سنندج یا مریوان. و متاسفانه حرکت سراسری در مقابل این پلیدی های حکومت ما نمی بینیم. با اینکه این همه اعتراض های کارگری داریم، اعتصاب های کارگری داریم، کارگران، رانندگان، معلمان به صف اول مبارزه آمدن، این عقب نشینی در مقابل کشتارگری حکومت و اینکه حکومت میخواد با ترس ما رو سر جامون بشونه که راه درستی نیست. اگر سال 67 تموم میشد مبارزات ما، اون همه انسان شریف رو کشتن، در قبرستان ها انداختن، در جاهای وحشتناک انداختن. من واقعا متاسفم که این همه زجر و درد و رنج رو بدون مبارزه میخوایم از کنارش بگذاریم و این نمیشود. کسایی که باور میکنن میتونیم از چنگ این حکومت نجات پیدا کنیم، چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور، دعوت میکنم برای اینکه این اعتصابات، تظاهرات، مطالبات یک آلترناتیو پیدا داشته باشه، بیاید و این متن شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران رو که مخفف اون شهرام هست رو بخوانید، نظر بدید، طرح پیشنهادیه. با نظرات خودتون، با تجربیات خودتون، با امکانات خودتون این شهرام رو تکمیل بکنید. این شهرام، شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران، یک پیشنهادی است برای متحد کردن همه نیروهای برانداز، دموکراسی خواه، آزادی خواه و معتقد به رعایت حقوق مردم و توزیع عادلانه ثروت و قدرت در سراسر کشور در دولت دموکراتیک آینده. خب وقت ما تمام هست. امیدوارم که این فریادها و درد و رنجی که از قلب من برمیخیزه، این معلمانی که نماینده اونا هاشم خواستار در زندان هست
در بیمارستان ابن سینای بدون ملاقات، یعنی جایی بدتر از زندان، کسانی که همه روانی و پریش افکار هستند دور هاشم رو گرفتن و نمیدونید چه اونجا بر سرش آوردن. تمنای من است که خانواده هاشم خواستار، خانواده فرشاد اکبی، خانواده دیگر از بندگان رو تنها نذارید. خود مبارزین هم تنها حرکت نکنن، همیشه دو نفر سه نفر با هم باشن و آماده دفاع از خودشون باشن. کمترین ابزار دفاعی ما صدای فریاد و داد و بیداد ماست که توجه مردم رو به ما جلب میکنه تا اینا نتونن ما رو ببرن و بکشن. اخبار مبارزاتی زیاده، وقت ما تمامه و طبق معمول با شعار همیشگی ما در جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه و عیاران معیشت که قدردانی میکنم و تلاش های بیوقفه اونها در سراسر ایران، اتحاد، مبارزه، پیروزی راهی است که ما عیاران، ما آزادی خواهان و ما دموکراسی خواهان ایران پیش رو داریم تا کشور خودمون رو از شر اینها نجات بدهیم. بدرود.